با درود به بینندگان برنامه مانگا و اهورا، در این برنامه درباره یک نماد تاریخی سخن خواهیم گفت و این نماد تاریخی نماد فروهر است. نماد فروهر نماد زرتشتی است. زرتشتی و یا زرتشت هم یک آیین است، یک مذهب است. بنابراین این نماد یک نماد مذهبی است. تاریخ نویسان میگویند که یک نفر زرتشتی 90 سال پیش کشف کرده که این نماد نماد زرتشتی است. ولی این نمادی که اینجا میبینید نماد روی یکی از پرستشگاه های زرتشتی ها در هندوستان و در بمبئی است. همچنان که در اینجا میبینید تاریخ آن را نوشته است، نوشته 1881، یعنی 135 سال پیش. بنابراین این نماد زرتشتی پیشتر از 90 سال در میان زرتشتی ها بوده و این که میگویند که یک نفر زرتشتی 90 سال پیش اینو کشف کرده یک داستان دروغ است. ولی خب ما ناچاریم گاهی اوقات گفته های تاریخ نویسان را بازگو و تکرار کنیم، همچنان که در این برنامه ها بارها شده که ما اینها را گفتیم. ولی در واقع دلیل بر این نمیشه که ما گفته های این تاریخ نویسان را میپذیریم و قبول داریم. ما در این برنامه ها به این دلیل برخی از گفته های تاریخ نویسان را بازگو و تکرار کرده ایم، زیرا اینها در میان مردم جای گرفته است و مردم به جز اینا چیز دیگری رو نشنیدن. مثلا خب میگویند که آیین مسیح 2016 سال پیش و پس از آیین یهود به وجود آمده. خب حالا اگه ما میومدیم میگفتیم که نه، آیین مسیح پیش از آیین یهود بوده، هم معلومه هزار تا دشنام نصر ما میکردن، زیرا مردم به جز این چیز دیگری رو نشنیدن و چون نشنیدن در نتیجه همه به این مسئله سخت باور دارن. و برای اینکه ما بتونیم این مسائل رو رفته رفته بازگو کنیم، در میان اینها گاهگاهی از تاریخ نویسان نقل قول کردیم و گفته های آنها را بازگو کردیم، وگرنه هیچ کتاب تاریخی برای ما ارزش و اعتبار ندارد. مثلا میگویند یک کتابی هست به نام کتاب تاریخ الملوک و الرسل. این کتاب را یه نفر به نام محمد جریر طبری نوشته است. وقتی که من کتاب تاریخ الملوک و الرسل رو میخوانم، خب میبینم جریر طبری کتاب خودش رو اینطوری آغاز کرده، از آفرینش آدم آغاز کرده، یه جوری هم داره صحبت میکنه، یه جوری هم اینا رو نوشته که انگار خودش اونجا بوده و با چشمای خودش دیده که چگونه خدا آدم را آفریده. خب وقتی که من دارم این کتاب رو میخونم، نه تنها بهش باور نمی کنم بلکه بهش می خندم، زیرا برای من همچین چیزی امکان پذیر نیست که یک نفر اونجا بوده و دیده چطوری خدا آدم را آفریده. خب معلومه این محمد جریر طبری اونجا که نبوده، پس وقتی که اونجا نبوده نمیتونه این چنین داستانی رو بنویسه، و اگر نوشته تنها یک داستان تخیلی است و پوشالی است و هیچ اساسی ندارد. و یا اینکه تاریخ یورش اعراب رو نوشته. خب به قول تاریخ نویسان میگویند که طبری 200 سال پس از یورش اعراب زندگی میکرده، پس وقتی که 200 سال پس از یورش اعراب زندگی میکرده چطوری تونسته که تاریخ جنگ ها و رویدادها و حتی سخنان میان جنگجویان رو هم نوشته 200 سال پیش از خودش. حالا میگویند تاریخ طبری میگوید که من اینا رو شنیدم و نوشتم. خب از کیش شنیدی؟ از مردم همزمان خودت. خب اونا چطوری دونستن که 200 سال پیش یا 100 سال پیش چه اتفاقی افتاده؟
بنابراین این کتابی که میگونم که به نام تاریخ در میان مردم جایی گرفته، این کتاب تاریخ برای ما هیچ ارزش و اعتباری ندارد بجز یک داستان تخیلی و پوشالی. و یا اینکه میگویند تاریخ هرودوت، یه نفر به نام هرودوت که یونانی بوده تاریخ ایران رو نوشته، تاریخ مادها رو نوشته، یعنی تاریخ صدها سال پیش از خودشون نوشته. خب هرودوت صدها سال پیش از خودش نبوده، در زمان دیاکو بنیانگذار پادشاهی مادها که نبوده، پس چطوری تاریخ دیاکو رو نوشته؟ بازم هرودوت میگه که من اینا رو شنیدم و نوشتم. خب از کی شنیدی؟ از آدمای همزمان خودت. خب این آدمای همزمان خودت که در زمان دیاکو نبودن که ببینن دیاکو چکار کرده و چکار نکرده، پس چرا شما اینو معتبر دانستی؟ این کتاب ها از این نظر داستان های تخیلی است. شما اگر توانستی داستان یک روز پیش از خود را بنویسید، یعنی تاریخ یک روز پیش از خود را بنویسید، مطمئن باشید که طبری و هرودوت توانستن تاریخ 100 سال پیش از خودشون رو بنویسن. همین امروز شما در خانه خودتون نشستید، همسایه خودتون کنار شما زندگی میکنه، ولی نمیدونید که در خانه همسایه چه اتفاقی داره میفته. حالا تا چه رسد به این که بدونید که صدها سال پیش از خودتون چه اتفاقی افتاده؟ و یا این که داستان تورات، و من دارم در توراتو میخونم، تورات این گونه آغاز شده که در آغاز خدا آسمان را آفرید. خب وقتی که من دارم توراتو میخونم، اولین جمله رو که میخونم میبینم یک نفر داره این داستانو میگه، یک نفر ناشناخته. حالا میگوین که تاریخ ملوک و رسول رو یه نفر به نام جریر طبری نوشته، هرودوت هم تاریخ هرودوت هم یه نفر به نام هرودوت نوشته، اما توراتو کی نوشته؟ یک نفر ناشناخته، هیچ کس نمیدونه که این یک نفر که این داره این داستانو میگه چه کسی است. برخی از یهودیان میگوین که این تورات و موسی نوشته، ولی خب داستان موسی در تورات هست، یعنی یه نفر داره داستان تورات رو میگه، این یه نفر کیه؟ وقتی که من اینو میخونم که یک نفر اونجا بوده و دیده که در آغاز خدا آسمان را آفریده، نه تنها بهش باور نمیکنم بلکه بهش میخندم، آخه چطوری همچین چیزی امکان پذیر هست؟ ولی خب تورات یک کتاب مذهبیه و خیلی ها سخت بهش باور دارن. داستان هایی مثل تاریخ طبری و تاریخ هرودوت هم همچنین کتاب های مذهبی شدن، بسیاری سخت به اینها باور دارن. چرا این کتاب ها کتاب های مذهبی شدن؟ زیرا دیگه کسی به جز اینا چیز دیگری رو نگفته، و چون کسی دیگری چیزی رو نگفته، زعکام مردم به این داستان ها سخت باور دارن و هیچ وقت هم روی داستان های این کتاب ها فکر نکردن که ببینن آخه چطوری میشه، چطوری یک نفر میتونه تاریخ 100 سال پیش از خودشو بنویسه و سخنان حتی انسانهای 100 سال پیش از خودشو بنویسه. وقتی که کسی همچین کاری میکنه، یعنی یه داستان تخیلی نوشته. همچنان که در این برنامه ها بارها نشان داده ایم، معتبرترین و موثقترین سند و مدرک واژه ها هستن. واژه ها نه تنها معنی درست خود را بیان میکنن، بلکه آن باور و آن تفکر که سبب پیدایش واژه ها شده اند را نشان میدهند. تنها مسئله ای که هست، بیشتر این واژه ها، شاید بیشتر از 95% از این واژه ها کوتاه شده 2، 3، و یا 4 واژه هست، و همچنین این واژه ها با گویش های گوناگونی بیان می شدند.
در آغاز شمار اندکی از واژه ها بودن، ولی در گذار زمان رفته رفته از این واژه های آغازین در کنار هم واژه های شکل می گیرن و این واژه ها که شکل می گیرن در گذار زمان در هم آمیخته می شوند، یکی می شوند و به شکل های گوناگون کوتاه می شوند. برای نمونه خورشید، خورشید کوتاه شده اخورا شایدان است که یعنی اخورا همه دانا، که در گذار زمان اخورا شایدانا به خور خورشید شیدان شیدا کوتاه شده است. این کوتاه شدن واژه ها در همه زبان ها دیده می شوند، به ویژه در انگلیسی. در انگلیسی واژه هایی هستند که با سی او ان آغاز می شوند، مثل کنستراکشن، کانستیتوشن، کنسیومر، کنفابیولیت. ببینید همه اینها سی او ان دارن و یه چیز مشخصه، یعنی اینکه این واژه ها در آغاز یک واژه نبودن، دو سه و یا چهار واژه بودن و سپس کوتاه شدن و شدن یک واژه. در همه زبان ها هست، در زبان فارسی هم هست. مثلا کازرون کا داره، کابل و خیلی چیزای دیگر، کاشان، کاسان که یکی نام یکی از روستاهای فومن است. خب این واژه ها خیلی ساده نشان میدهند که این واژه های در آغاز یک واژه نبودن، دو سه و یا چهار واژه بودن. و یا واژه ارد در اردبیل هست، در اردشیر هست، در اردکان هست، اردستان، اردوان. یعنی چی؟ یعنی این واژه های اردبیل و اردشیر و اردکان و اردستان و این چیزا کوتاه شده دو واژه و یا سه واژه هستن و یا چهار واژه. حالا ما نمیخوایم درباره اینها سخن بگوییم، فقط برای نمونه داریم اینها رو بازگو میکنیم. و همچنان که گفتیم این واژه ها با گویش های گوناگون بیان میشدن. مثلا اخورا میگفتن، برخی از گویش ها اهورا گفتن، برخی از گویش ها اکورا گفتن، برخی ها گفتن اگورا، احورا، اسورا. و چون سخنوران این گویش ها در کنار هم زندگی میکردن و با هم زندگی میکردن و در ارتباط با هم دیگر زندگی میکردن، این گویش ها و این واژه ها در هم آمیخته شدن. همین امروز هم این گویش ها هستش. مثلا در زبان فارسی میگوین خر، در زبان بلوچی و در برخی از روستاهای بختیاری میگوین هر، در زبان کردی میگوین کر، و هر سه یک معنی میده ولی با سه گویش گوناگون بیان میشه. ولی این مسئله در آغاز خیلی بیشتر بوده و همچنین معنی این واژه ها در گذار زمان در زبان های گوناگون تغییر میکنه. مثلا در فارسی میگوین ستون. خب ستون یک پایه است، حالا این پایه هر چه باشه، تنها باشه یا زیر سخت باشه فرق نمیکنه، ولی خب بهش میگوین ستون. اما در زبان انگلیسی میگوین به سنگ میگوین استون. حالا شما ستون را میتونید استون بخوانید، استون را هم میتونید ستون بخوانید. ببینید یه خورده تغییر صدا، آهنگ صدا معنی واژه ها رو عوض کرده و این عوض شدن واژه ها، این تغییر واژه ها از خیلی وقت ها پیش انجام گرفته است. و یا اینکه در زبان فارسی، در زبان فرانسه به صلیب میگوین خوا، ولی در زبان کردی به خدا میگوین خوا. هر دوتاش یک آهنگ، خوا خوا. ببینید معنی واژه ها در گذر زمان عوض شده. و یا اینکه در زبان انگلیسی به صلیب میگوین کراس،
در زبان کردی به پیراهن میگویند کراس. حالا شما آستین های پیراهن رو باز کنید، شکل صلیبه. این واژه ها نشان میدهند که در گذار زمان معنی این واژه ها در زبان های گوناگون که در گذار زمان شکل گرفتن عوض شدن، زیرا این گروه هایی که با هم زندگی میکردن در گذار زمان دیگه یواش یواش از همدیگر جدا میشدن. بنابراین موثق ترین و معتبر ترین و نخستین مدرک و سند واژه ها هستند. پس از واژه ها معتبر ترین و موثق ترین سند آثار باستانی هستند. این آثار باستانی که ما در هر کجا میبینیم زمانی درست شدن که گروه های باستانیان کوچنده زندگی میکردن، و چون باستانیان در گروه های کوچک کوچنده زندگی میکردن، هر یک سال یک بار و یا هر دو سال سه سال یک بار آنهایی که با همدیگر آشنا بودن، همدیگر رو دوست خود میدانستن و دارای یک باور مذهبی بودن، در یک مکانهایی که همه آنها آنجا را میشناختن همدیگر رو دیدار میکردن و این دیدارم برای مسائل مذهبی بود است، و در این مکان ها این آثار باستانی رو درست کردن. نه تنها آثار باستانی، حتی سکه ها، حالا امروزه میگوین سکه، ما هم ناچاریم بهش بگیم سکه به معنی پول، ولی این آثار باستانی که به عنوان سکه به ما چیز کردن، تحمیل کردن، تاریخ میسن، در واقع سکه نیستن، اینها نمادهای مذهبی هستن. هیچ چیزی برای باستانیان به جز مذهب در کار نبوده. مثلا همین تخت جمشید، خب نقش و نگارهایی هستن، خب باید انسان روش فکر کنه که چرا اینو کشیدن، اینو درست کردن. مثلا یه نقشی هست، همچنان که در اینجا میبینید، یک بدن یک شیره در واقع، اما این شیر بال داره و سر شیر چهره انسانه، سر انسانه، اما همین سر انسان دارای گوش گاوه و همچنین نماد شاخ گاو روی کلاهش دیده میشه. این یه چیز مشخصه، با نگاه اول میشه تشخیص داد که این نماد در واقع مذهب سبب شده است که این درست شده، وگرنه چه دلیلی دارد که اینو درست کنن. و حتی این گلها، اینا گلهای پامچالن، مذهب سبب اینها شده است، به وجود آمدن این آثار باستانی شدن. و یا اینکه در تخت جمشید یه جایی هست، حالا تاریخ نویسان اسمشو گذاشتن، نمیدونم کاخ داریوش، کاخ تچر، هرچه، ما به تاریخ نویسان کاری نداریم، اما همین ها عکس های اولیه همین جا که بهش میگوین کاخ تچر یا کاخ داریوش نشان میدهن که هیچ آثار فرو ریختگی، نه سقف، نه دیوار، نه ستون، هیچی در اینجا دیده نمیشه. فقط اینها یک به اصطلاح درگاه هستن، به همین شکلی که ما میبینیم. اینها تنها در ایران هم نیست، در خیلی جاهای دیگر هم هست، که یکی از آنها مصر، درست همون درگاه ها که در تخت جمشید هست در مصر هم هست. اگر شما این درگاه های تخت جمشید رو نگاه کنید، دو تا دیواره روی درگاه هست که وسطشون خالیه، اینجا هم همینطور خالیه. و این عکس قدیمیه، اینه که در مصر پیدا شده، هیچ آثار فرو ریختگی سقف، ستون و یا درگاه دیگری اصلا دیده نمیشد. همین دوتا درگاه هست با این خانه کوچیکی که اینجا ساختن. اینها نه کاخ بودن، نه ساختمان بودن، نه نمیدونم خانه بودن، هیچ کدوم از اینا نبودن. باور مذهبی سبب ساختن اینها شده است. و یا اینکه یه بخش دیگر از تخت جمشید است، یه نزدیک 13 تا ستون هستش. تاریخ نویسان میگویند که اینجا کاخ خشایارشا بود. حالا این خشایارشا رو از کجا آوردن ما به اینا کاری نداریم.
ولی خب عکسای اولیه نشون میده، عکسای نخستین اینجا پیش از خاک برداری نشون میده که هیچ آثار فرو ریختگی ستون، سقف، دیوار، در اینجا وجود نداره. همین ستون ها هست، بودن و هستن. همچنان که در اینجا میبینید پایه های ستون، برخی از ستون ها دیده میشن، ولی خب آثار فرو ریختگی ستون دیده نمیشه. پس اینجا کاخ نبوده. بعدش هم بلندی این ستون ها 18 19 20 متره. خب در آن زمان 2500 سال پیش چی داشتن، چه کار کردن که یه ساختمان، یه کاخ درست کنن که 20 متر سقفش 20 متر بلندا داشته باشه؟ هیچ کدوم از اینا کاخ نبودن. الان میگوین که روی اینها با چوب، سقف اینها رو با چوب ساختن. سپس یه نفر از یونان اومده که اینا رو آتیش زده، سقفش نمونده. و سقفش نمونده، دیوارها چی، درها چی، این ستونهای دیگه چی؟ یک داستان برای خودشون درست کردن. مردم هم سخت بهش باور دارن، نه این کاخ بوده، چی درست کرده. در یونان همین ها هستش، هیچ آثار فرو ریختگی ستون، در، سقف، دیوار، هیچی دیده نمیشه. یعنی با سنگای معمولی هم اینجا ها رو درست کرده، ولی این ستون ها رو اینطوری درست کرده. این ستون ها نمادهای مذهبی بودن. میبینید سه تا از این ستون ها رو به هم دیگه وصل کردن. حالا بعدا در برنامه های آینده خواهیم گفت که چرا این ستون ها رو به این بلندی درست کردن. اینا همونه، 20 متر، نزدیک 20 متر بلندا دارن. و چرا برخی از این ستون ها رو به هم دیگه وصل کردن ولی برخی ها رو وصل نکردن. بنابراین هر چرا که تا حالا که تاریخ نویسان گفتن، ما هیچ ارزش و اعتباری برای آنها قائل نیستیم. تنها آنها را به عنوان یک داستانهای تخیلی در نظر میگیریم. و اما ببینیم که چگونه نماد فروهر پدید آمده است، چگونه شکل گرفته است، چه باوری سبب شده که این نماد بدین گونه درست شود. هرچند که داستان‌های زیادی درباره این نماد گفتن، هر کسی بلند شده یه داستانی براش گفته، ولی خب همچنان که گفتیم هیچ کدوم از این داستان‌ها برای ما ارزش و اعتبار نداره. همچنان که در برنامه‌های پیش بارها گفته‌ایم، انسان هایی بودن که در گروه های کوچک زندگی میکردن. منظور ما از گروه های کوچک خانواده هستن. انسان هایی بودن که به صورت خانواده زندگی میکردن. خانواده از همان آغاز بودن. اگر انسان ها خانواده نمی داشتن که نسل آنها اصلا از بین میرفت. هزاران سال پیش. نه تنها انسان ها دارای خانواده هستن، بلکه همه جانوران دارای خانواده هستن. اگه خانواده نمی داشتن که نسل آنها هزاران سال پیش از بین می رفت. تنها شکل خانواده انسان با جانوران دیگر فرق می کند و حتی جانوران دیگر شکل خانوادهشون فرق می کنه. مثلا یک گاو نر با یک گاو ماده که جفتگیری می کنه و بچه دار می شن، اینا در واقع خانواده هستن، ولی شکل بچه بزرگ کردن این دوتا گاو فرق میکنه با شکل بزرگ کردن یک جفت کلاغ. شکل خانواده ها فرق میکنه، وگرنه اگه خانواده نمی بود که اصلا نسل همه جانوران، اصلا هرچه، انسان، پرنده، چرنده، خزنده از بین میرفت. بنابراین خانواده از همان آغاز بوده، برخلاف این تاریخ نویسان که میگوین تکامل و تکامل انواع و نمیدونم از این چیزای خیالی که برای خودشون درست کردن. برخلاف اینا زندگی همه جانوران همین امروز به ما نشان میده که خانواده، که انسان دارای خانواده بوده از همان آغاز. بنابراین انسان هایی بودن که در گروه های کوچک زندگی میکردن و این انسان ها همچون همه جانوران دیگر برهنه زندگی میکردن
و همچون همه جانوران گیاهخوار دیگر گیاهخوار بودن. و اما در اینجا یک مسئله است، همه جانوران گیاهخوار با هم زندگی میکنن. شما اگر یک گله بز، یک گله گوسفند، یک گله گاو، یک گله خر، یک گله اسب، یک گله نمیدونم زرافه، شتر، اینها رو، این گله ها رو با هم دیگه در یک جا جمع کنید و بفرستید داخل یک دشت، یک مرغزار، هرچه، همه اینها با هم دیگر زندگی میکنن و هیچ آزاری به هم دیگر نمیرسونن. و نه تنها با هم دیگر زندگی میکنن، بلکه در صورت نیاز بچه های همدیگر رو شیر میدن. نه تنها اونا، شما اگر یک گرگ مادر رو ببینید که بچه داره و بچه هاشو داره شیر میده، این گرگ مادر اگر گرسنه نباشه، یک بزغاله شیرخوار رو ببینه که گرسنه است و سر و صدا میکنه از گرسنگی، بر اساس غریزه مادری که داره میره به شیر میده. اینها هستن، اتفاق افتادن، دیده شدن و دیده می شوند. در طبیعت همه جانوران به همدیگر کمک می کنن و بچه های همدیگر رو شیر می دن. و انسان هم، انسان ها هم گیاهخوار بودن، برهنه، مثل همه جانوران گیاهخوار دیگر در میان جانوران گیاهخوار زندگی می کردن. برخلاف آنچه که میگوین انسان ها، گاو ها و بز ها و این چیزا رو اهلی، اینها وحشی بودن، اینها رو اهلی کردن، نه، همچین چیزی نبوده. زندگی جانوران به ما نشان میداد که انسان ها همچون همه جانوران دیگر در میان جانوران گیاهخوار زندگی میکرده. و همچنان که گفتم جانوران گیاهخوار بچه های همدیگر رو شیر میدن، انسان هم تونستن، یعنی از شیر گاوهای، از شیر جانوران گیاهخوار دیگر بنوشن، استفاده کنن، پستان آنها رو بمکن، شیر آنها رو بنوشن و حتی بدوشن. اینها در میان انسانهای باستان بوده است. اما در اینجا مسائلی هست. یکی از اینا این است که گاو ها بر اساس سرشت و خوی ویژه‌ای که دارن فرار نمی کنن، خیلی هم آهسته راه میرن و بر اساس ساختار فیزیکی که دارن شیر آنها از شیر همه جانوران پستاندار دیگر بیشتر است. حتی پستان گاو از پستان فیل که بزرگتر از گاوه، بازم پستان گاو بزرگتر از پستان فیله. در نتیجه شیر گاو بیشتره و اگر گاو ها خوراک به اندازه کافی داشته باشن، تمام سال رو شیر میدن، یعنی 12 ماه سال هر روز شیر میدن. حالا اگر گیاه تر و تازه داشته باشن بخورند، خب شیر بیشتر میدن. اما اگر گیاه خشک‌شده و کم باشه بخورند، شیر کمتری میدن. ولی به هر حال 12 ماه سال میتونن شیر بدن. و یک مسئله دیگر اینجا که هست، جانوران گیاهخوار بر اساس غریزه ای که دارن میدونن کدوم گیاهو بخورن، کدوم گیاهو نخورن، کدوم گیاه تلخه و نمیشه خورد، کدوم گیاه رو میشه خورد. اما انسان ها چنین غریزه ای رو ندارن. در نتیجه انسان ها به خاطر این ویژگی های جانوران در میان جانوران زندگی میکردن، جانوران گیاهخوار. هرچه اونا خوردن اینا هم خوردن. و یک مسئله دیگر اینجا هستش، جانوران گیاهخوار میتونن گیاهان خشک هم بخورن، اما انسان نمیتونه گیاه خشک بخوره. حالا گیاهان آخر تابستان شده، پاییز فرا رسیده، همه گیاها خوش شدن، خب انسان ها از چی بخورن؟ گیاهخوار هستن. تنها منبع غذای اینها گاوها هستن، شیر گاوها. گاوها گیاهان خشک میتونن بخورن، شیر میدن. و انسان ها شیر گاوها رو
هنگامی که گیاهان خوش شدن می دوشیدن و می خوردن. و همین مسئله سبب میشه که گاوها برای انسانها هستی بخش باشن و یه چیز روشنه. حالا این مسئله مثلا 10,000 سال پیش 50,000 سال پیش هرچه اتفاق مثلا افتاده بوده در آن زمان و یه چیز روشنه. همین امروزم اگه یه چند نفر انسان توی یه جای گیر کنن، توی یه کوهستان‌های گیر کنن، اونجا یه چند تا گاو باشه، خب تنها چیزی که زندگی اونها را میتونه ادامه بده گاوها هستن و سعی میکنن هیچ اتفاقی برای این گاوها نیفته، اصلا شاید اونا را بپرستن. حالا تا چه رسد به مثلا 1,000 سال پیش وقتی که انسان ها از شیر گاوها استفاده کردن و گاوها به اینها شیر دادن برای ادامه زندگی، یه چیز روشنه. گاوها برای انسان ها میشن خدا. و یک مسئله دیگر، همه جانوران بر اساس غریزه‌ای که دارن هنگامی که هوا رو به سردی میره به یه جاهایی میرن که یه خورده هوا گرمتر باشه که بتونن زمستان رو سر کنن. اگه چنین نمی بود، اگه چنین غریزه‌ای که نداشتن، خب همه جانوران در سرما یخ میزدن میمردن. ولی انسان این غریزه رو نداره، در نتیجه به دنبال گاوها که بوده. گاوها هم در طبیعت هنگامی که زمستان فرا میرسه به جاهایی میرن که هوا گرمه و اینجور جاها دره ها در میان کوها بودن. هرچه دره عمیق‌تر باشه و ژرف‌تر باشه هوای دره ها گرمتره، به ویژه دره هایی که در میان آنها رودخانه ها و یا جویبار ها و یا چشمه وجود داره. آب رودخانه سرازیره و روانه. و چرا گاوها به اینجا میرن در زمستان؟ زیرا در زمستان هوای دره گرمتره و هنگام و گیاهان هم تا آخر پاییز گیاهان سبز هستن. و هنگامی که برف آغاز به بارش میکنه، این برفا به خاطر اینکه داخل هوای درون دره گرمه زود آب میشن. و اگر برفی هم روی زمین کنار رودخانه و این چیزا قرار بگیره، آنچنان نخواهد بود که جلوه که روی گیاهان رو به طور کلی بپوشونه. در نتیجه گاوها میتونستن با پوزه و سم خود این برفا رو کنار بزنن و گیاه بخورن. و همین مسئله سبب شده که بازم انسان ها که دنبال گاوها بودن به گاوها بیشتر احترام بگذارن، زیرا در سرما هم اونها را راهنمایی کردن به جاهای گرم. و نه تنها راهنمایی کردن، از شیر آنها هم نوشیدن و گاوها به اینها اجازه دادن که شیرشون رو بدوشن و بنوشن و زندگی خودشون رو ادامه بدن. یه چیز مشخص، گاوها میشن خدا برای انسان ها. و اما در اینجا یک مسئله دیگری پیش می آید و آن اینه که یک گله گاو، نه تنها گله گاو، هر جانوری که به صورت گله ای زندگی میکنه. حالا ما در اینجا متمرکز میشیم روی گاو. گاوها در طبیعت که به صورت گله ای زندگی میکنن، یک گاو همیشه در جلو حرکت میکنه، یک گاو نر که از همه نیرومندتره. و این گاو نر به هر کجا که میره گله گاو هم به دنبال اون میره. و انسان هم دنبال گاوها بودن و دیدن که این گاو نر که بهش اهورا و یا اهورا و یا اهورا و یا اسورا میگفتن، میدیدن که هر کجا این اهورا میره یا اهورا میره گله گاو دنبال اون میفته، این هم دنبال اون میفتن. و در نتیجه این اهورا آنها را به جای گرم میبره. و چون این اهورا انسانها را به جای گرم میبرده، و یه چیز روشن برای انسانها این تصور پیش میآید
کلابوت این گاونر، این گاونر رهبر، این که نامش اهورا یا اخورا بوده، لابوت همه راه ها رو میداند و همین باور به دانایی این اهورا سبب تاریخ انسان می شود. برخلاف آنچه که تاریخ نویسان می گویند که تاریخ با نوشتن آغاز می شود، تاریخ از همینجا آغاز می شود، باور به دانایی اهورا گاو رهبر. و چون به دانایی اهورا باور می شود، در نتیجه این باور سبب آغاز پیدایش مذهب نیز می شود. یعنی مذهب و تاریخ انسان ها همزمان با هم دیگر آغاز می شوند. به خاطر اینکه این مسائل پیچیده است و یه خوردم طولانیه، من مجبور خواهم شد که در بخش های گوناگون این مسائل رو بگم. ادامه گفتار رو در برنامه آینده خواهم گفت. تا برنامه آینده شادزی شادکام باشید.